بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. فرارسیدن سال جدید هجری شمسی و نوروز باستانی را به همه ملل جهان، آنانی که امروز را به عنوان جشن احیای مجدد طبیعت و تحول اساسی در همه موجودات این کره زیبای خاکی تجلیل می کنند، از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته و برای همه ملت‌های منطقه صلح، ثبات، ترقی و عزت آرزو می نمایم. جشن نوروز در میان ملل منطقه قدامت بیش از 2500 ساله داشته و امروز 300 میلیون انسان در سراسر جهان از این روز تجلیل می کنند. کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و مناطق از بالکان و قفقاز از جمله کشورهایی است که با مراسم‌های ویژه نوروزی با شور و شوق از نوروز استقبال می‌کنند. و امسال تحول دیگری که نوروز را بیشتر جهانی ساخت این بود که سازمان ملل متحد از یک طرف و کنگره ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر عید نوروز را به رسمیت شناختند، که این حرکت نشان دهنده اهمیت این روز برای انسان و طبیعت و نیز نشانه همگرایی انسان‌ها در فرهنگ و ارزش‌های انسانی است. جشن نوروز در میان ملل مسلمان جهان به عنوان یک عید ملی مذهبی به حساب آمده و در افغانستان عزیز ما همساله در کنار بارگاه ملکوتی شاه ولایت مآب حضرت علی علیه السلام در بلخ باستان و کابل عزیز و در زیارتگاه های مقدسه دیگر همچون حضرت یحیی علیه السلام در سر پل، امام صاحب قندوز و قندهار عید نوروز را با برافراشتن بیرق علمدار نستوه اسلام حضرت علی علیه السلام بزرگ داشته و با اجرای آیین‌های ویژه نوروزی به سراغ بهار می روند و این دعای معثور را با هم زمزمه می کنند که ای برگرداننده دلها و چشمها، ای تدبیر کننده شب و روز و ای تغییر دهنده سال و احوال همه طبیعت، حال ما را به بهترین وجه تغییر ده. این جانب همگام با تمام ملل جهان دعا می کنم که برای کشور عزیز ما افغانستان تغییرات اساسی را به نفع صلح، ثبات، ترقی و پیشرفت ارزانی داشته و برای همیشه صدای سفیر گلوله و انفجار را در افغانستان و منطقه خاموش گرداند. و السلام علیکم و علی من اتبع الهدى. حاجی محمد محقق، رئیس کمیسیون امور دینی، معارف و تحصیلات عالی ولوسی جرگه افغانستان، اول حمل سال 1389، کابل.